تو این دوره زمونه اینجوری شده شما اگه با آدمای معروف توی دایرکت حرفم زده باشید و پیامتون رو لایک هم کرده باشن، میتونید ازش یه کریر بسازید، چه برسه به این که باهاشون دوست بوده باشید و براتون آهنگم خونده باشن. ژینا کلانتری، اسمی که تا همین چند روز پیش فکر می‌کردم اسمی که میادین تهران قبل از انقلاب باشه، اما نه، اسم دوست دختر قبلی های شادمهر عقیلیه، کسی که هنوز بعد از 20 سال درگیر رویای شادمهره و دوست داره که باز خوابش کنن و شادمهر بعد از این همه سال دوباره انتخابش کنه. من شخصا خودم از شادمهر زیاد خوشم نمیاد، زیاد فن آهنگاش نیستم، اما شادمهر عقیلی واقعا خدای یک سری از آدم هاست، دقیقا همون موقعیتی که مرز و گلزار داره، ولی تنها تفاوتشون اینه که شادمهر واقعا آدم با استعدادیه. ولی خب آدمای با استعداد هم میتونن درگیر این داستان بشن. سلام، خوش اومدید به این ویدیو، اسم من رضاست و تا آخر این ویدیو میزبان شما هستم. در این ویدیو راجع به داستانی صحبت میکنیم که حتی دیگه تو اون خود خانواده هم دیگه راجبش صحبت نمیشه، ولی همه تو توییتر دارن راجبش حرف میزنن، پس حتما تا آخر این ویدیو رو نگاه کنید. اگر با یک خواننده یا یک رپر یا یک آدم معروف توی رابطه هستید و احساس خوشبختی میکنید، تو ذهنتون شاید بگید بعد از اینکه من از این آدم جدا شم چقدر بدبخت میشم، ولی نه، اینجوری نیست. خوشبختی شما تا آخر دنیا ادامه خواهد داشت و حتی اگه رابطتون هم تموم شد، میتونید با حاشیه‌ای که این اتمام رابطه داشته کلی پول در بیارید. برای این کار شما سه روش بیشتر ندارید. در روش اول، در حالی که اون خواننده توی اوج خودش قرار داره، میاد یه چنل یوتیوب میزنید، باهاش ولاگ میگیرید، باهاش چالش میرید، بعد از یک مدتی که خودتون هم اندازه خودش گنده شدید و باهاش آهنگ خوندید، بهش خیانت میکنید با فیلم بردارتون، بعدش هم میرید ریاکت به پورن خودتون رو میسازید. البته اینم بگم بچه‌ها، من راجع به کس خاصی حرف نمیزنم، اشتباه برداشت نکنید، من منظورم مدیله. راهکار بعدی مثل نعمت میمونه، مثل یک معجزه الهی که توی زندگی این سلبریتی ها رخ میده، اونم این که اون آدم معروفه به شما خیانت کنه. در اون وقتی که شما نه تنها معروف میشید، بلکه محبوبم میشید، همه میان سمتتون میگن حق با اینه، وای من از اون آدمه بدم میاد و این داستانا. ولی اگر میخواید به اون آدم معروفه بگی خیانت کرده، حتما باید سند و مدرک کافی داشته باشید و صرفا اگر بخواید بگید من فکر میکنم و حس میکنم، بمب خونسا میشه و تهش دستتون به هیچ چیزی بند نیست. اما تکنیک جدید رو کس دیگه اختراع کرده به اسم خانم کلانتری. اگر پیوند اکسیژن و هیدروژن با هم آب حیات رو تشکیل میده، حاشیه و مردم ایران هم با هم ویو فالوور میلیونی رو با هم تشکیل میده، چیزی که خانم ژینا کلانتری در این چند روز ازش بسیار بهره برده. پیجش در کمتر از یک هفته 1 میلیونی شد. من نمیدونم مثلا تو اون پیج مردم دنبال چی ان، چون من دیدم فقط مثلا عکسه. من یک سری تحقیقات محلی کردم که ببینم آقا داستان ژینا و شادمهر چی بوده، این عشق تاریخی و این داستان شاهزاده و پری از کجا شروع شده. توی سایت های ایرانی دنبالش بودم، توی این سایت دیدم بالاخره یه جا این داستان رو نوشته، ولی به خودم گفتم رضا، مگه تو نباید راجع به بحث داغ هفته صحبت کنی؟ مگه نباید این داستان ترند باشه؟ پس چرا پر بحث ترین موضوع توی این سایت اینه؟ دستگاه پخت نان سنگک بدون شاتر مدل جدید 72 تا نظر جز پر بحث ترین عناوین این هفته بوده. این شادمهره؟ واقعا اصلا شبیه شادمهر نیست. داستان تا اونجایی که من فهمیدم و اگر دارم اشتباه میگم، خواهش میکنم سعی نکنید توی کامنت ها درستش رو بگید بهم، چون واقعا برام اهمیتی نداره. شادمهر یه آهنگی داره به اسم ژینا گل من، بعد میاد توی کنسرتش اسم اینو عوض میکنه، میگه گل من. شاید خیلی ها فکر کردن به خاطر ژیناه، یعنی شادمهر داشته این آدم رو از زندگیش حذف میکرده، ولی مصادف شده با ترند شدن گل منو اذیت نکنید و شادمهر هم سعی داشته خب از این ترند استفاده بکنه. بعد خانم کلانتری میاد مصاحبه میکنه با یکی از معتبرترین مصاحبه کنندگان ایران در یک لوکیشنی که من واقعا اگر اون لوکیشن رو پیدا کنم دوست دارم که ازش کپی برداری کنم برای استدیوی خودم. این چیه دقیقا؟ اینجا کجاست و چرا هایپ روی میزه؟ و یعنی هایپ الان مثلا اسپانسر این برنامه است و هایپ اسپانسر برنامه بفهم شما من نیست؟ میکروفون چرا از این میکروفون هاست که توی مترو پیدا میشه، ولی از اون طرف یه مبلی اونجاست که من فقط قبلش دو جا دیدم، یکی زیر پای احمدشاه قاجار و یکی تو خونه زنده‌ای پسر
مرمم. خلاصه داستان اینه که خانومه مثل بازجوهای کاگبه از خانم کلانتری میپرسه راجع به اتفاقایی که در گذشتهش افتاده. عصبانی شدین یا بالعکس خندتون گرفته یا یه جایی اصلا نمیتونید ادامه بحث رو توضیح بدین؟ ولی اینطوری نباشه هرچی میپرسم هی اینو به زندان نکنید. اینطوریه. بله. دیگه سو استفاده نکنید، هر جا شده اینو بزنی. میگه که نه، من هنوز دوستش دارم و من خیلی میخوامش و نمیدونم، من یک بار عاشق شدم، آدم یک بار عاشق میشه بعد بچه داره با یه آدم دیگه. بعد خیلی یه جوریه واقعا که آدم بعد 20 سال بیاد راجع به این قضیه صحبت کنه. من یکم احساس معذب بودن به هم دست داد، یعنی الان حتی کلمش هم نمیتونم بگم. آره، عشق ما جاویدانه و اگه شما مثلا اولین بار با این داستان مواجه بشید میگید اوکی، ته این رابطه این دو نفر مثل پایان لالالند بوده، ژینا در حالی که داره به شادمهر لبخند میزنه از در میره بیرون، ولی اینجوری نیست. اما واقعیت داستان از اونجایی که من توی کامنت ها خوندم مثل این بوده که ژینا جان رفته به یکی دیگه دوست شده، آره یه خیانتی این وسط بوده، سر همین رابطهشون از بین رفته که حالا من نمیدونم. خودش میگه که نه خیانتی دیده نه خیانتی کرده. داستان از اونجای خنده‌دار میشه که شادمهر توی اینستاگرامش روی یوتیوبش یه دونه ویدیو از ویالون زدنش پخش میکنه که روی ویالونش زده لایف مساوی 58 لاف مساوی 58 و از اونجایی هم که خانم کلانتری متولد 58 همه میزدن تو سر خودشون که آی بچه ها شادمهر هنوز دوستش داره، این میخواد بره آمریکا پیش شادمهر. ولی حالا جدای از این که چه اتفاقی خواهد افتاد، اگر واقعا شادمهر قصدش این بوده، منو یاد زمانی انداخت که مردم شمارهشون رو میزدن رو کارت ویزیت میدادن به دخترها. حتی این عددی که الان شادمهر گذاشته اگه منظورش سن باشه، پس اون 78ی که تتلو ته آهنگاش میگه و میذاره و این داستانا، اونم منظورش سنه. بعد تتلو الان 10 سال داره این کارو میکنه، مثلا در واقع اون کسی که دوستش داره 14 سالش بوده. شاید برای یک سریا که این جذاب براشون که چه اتفاقی بین این دو عاشق افتاده جذاب باشه که این عشق به کجا میرسه، اما برای من و شمایی که داریم این بحث رو میبینیم این سوال برام پیش میاد که آقا 20 سال خیلی زمان طولانیه که برای یک نفر که یک نفر دیگر رو فراموش کنه و موو آن کنه. جدای از اون که جفت آدما ازدواج کردن و بچه دارن، بعد از 58 رو ویالون شادمهر خانم کلانتری ویدیو هم داده بیرون که با دابسمش ژینا گل من، مثل این میمونه که الان ربکا با آهنگ ازت بدم میاد آرتا دابسمش بسازه. مرکز توجه بودن از بعد از این دابسمش شروع شد و حتی اگر خانم ژینا کلانتری از اولش هم هیچ قصدی نداشته که فالوور بگیره، اما وقتی سیل هجومی توجه مردم رو به سمت این داستان میدیده، هر روز استوری که دلم تنگ شده و شادمهر من کجایی و این داستان، اونقدر الان توجه به این داستان زیاده، شاید فردا شادمهر یه دیسترک بده بیرون با اسم ژینا گل من نیست. 20 سال خیلیه برای اینکه یک نفر رو فراموش کنید. اگر میخواید بدونید 20 سال چقدره، باید بدونید که 20 سال پیش بیشترین تکنولوژی که دست مردم بوده این بوده. Millions of dollars people are ready to add surfing to talking. The internet and email have already popped up on a few new wireless phones in Canada. و این نوکیایی که اون زمان استفاده می‌شده الان بعید میدونم چیزی ازش باقی مونده باشه. اگر شما کسی رو دوست دارید یا دوست داشتید و باهاش قطع ارتباط کردید، با هم یه کات کردید و هنوز مثل ژینا پیگیرشید، بهتون پیشنهاد میکنم که هرچه سریعتر ازش مووان کنید. برید یه سری کارهای دیگه انجام بدید توی زندگیتون به جای قصه خوردن. ویدیوهای رضا رو ببینید، ویدیوهای رضا رو بفرستید برای این و اون، چون شاید خانم ژینا کلانتری 1,000,000 فالوور از این داستان گرفته باشه. اما اگر شما زیاد پیگیری اون اکستون رو بکنید، شاید یهو دیدید تو اینستاگرام یه ویدیوی وایرال شد با تایتل دیس به اکس قبلیم.